سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از افشاگری جنجالی اشکان خطیبی، از بازجویی و بازداشت و کتک خوردنش توسط مزدوران حکومتی. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. امروز صدومین روز از شروع این خیزش انقلابی بعد از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزیه که الان دیگه تبدیل به یک نماد انقلابی برای ایرانیان شده. الان دیگه حدوداً همه دنیا میدونن مهسا امینی کیه، در ایران چه میگذره و مردم تحت چه فشارهایی هستن. با شروع اعتراضات در شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، حتی در روستاهای دورافتاده، مردم برای یک زندگی عادی و برای حقوق اولیه زندگی جونشون رو کف دستشون گرفتند و به خیابون‌ها رفتند. در این بین افراد زیادی هم که مطمئناً خودشون در این جامعه زندگی می‌کنند و خیلی خوب با پوست و گوشت و استخونشون همه این ظلم‌ها رو حس کردند، در کنار مردم موندن و از اونها دفاع کردند. ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، مثلا بازیگران زن سینمای ایران، تعداد زیادیشون حجاب از سر برداشتن و با این کار اعتراض خودشون رو به حجاب اجباری و قوانین مسخره در ایران و مخصوصا در سینما و تلویزیون نشون دادن. چند نفری از اونها بازداشت شدن، ترانه علیدوستی هم که همچنان در بازداشته. خیلی از مردم گفتن از فلانی خبری نیست، فلانی پست و استوری نذاشته، اون آقای بازیگر خبری ازش نیست، این خانم بازیگر حتما در مسافرته. حالا دونه دونه بازیگرها دارن از فشارها و تهدیدهایی که توی این صد روز متحمل شدن حرف میزنن. خیلی هاشون گفتن تلفنی تهدید شدیم، خیلی ها گفتن در فضای مجازی و توسط سایبری ها تهدید شدیم، برخی از اونها هم که به نهادهای امنیتی فراخونده شدن یا با زور برده شدن و بهشون فهمونده شده که حمایت از مردم تقاص سختی داره. یکی از این بازیگران، آقای اشکان خطیبی، بازیگر و کارگردان و نویسنده و مترجم خوب ایرانیه که مخصوصا در تئاتر شاگردان زیادی زیر دست ایشون تبدیل به بازیگران حرفه‌ای شدن. ایشون امروز با انتشار پستی همه رو شوکه کرد و خبر از بازجویی‌های خشن و دستگیری و بازداشت و ترس و اتفاقات وحشتناکی که توی این 3 ماه براش افتاده داد. با انتشار پست چند صفحه‌ای که استوری‌های قبلیش رو هم توی اون به نمایش گذاشته، مثل این عکس که مهسا امینی روی تخت بیمارستان بود اواخر شهریور و هنوز این اعتراضات شروع نشده بود، که اشکان خطیبی نوشته خدایا پس کجاست عدل و عدالتت؟ یا این عکس تصویری از پدر و مادر مهسا امینی در بیمارستان، یا عکس دختر 10 ساله‌ای که در اعتراضات تیر خورده بود. اشکان خطیبی با انتشار عکسش نوشت کار به اینجا کشیده، شلیک به دختر بچه 10 ساله، حرفی باقی مونده؟ و در استوری دیگه خطاب به سرکوبگران نوشت نزن، نکش، آخه پدر نامرد، اسلحه دستت میگیری فوش رکیک حواله زن و بچه مردم میکنی، ریشه امثال تو رو میسوزونن، صبر کن. و در کپشن این پست جنجالیش نوشته 90 روز است که در خوف و خفا زندگی میکنم، 1 مهر ماه برای اتهاماتم با خشونت رفتاری و گفتاری از سوی بازجوها تفهیم اتهام و به قاضی ارجاع داده شدم، پس از آن نیز از سوی دیگرانی چندین ساعت دیگر بازجویی و تفتیش عقیده شدم. به بهانه توهین به مقدسات در خیابان مورد حمله فیزیکی لباس شخصی ها قرار گرفتم و بارها تلفنی تهدید به مرگ شدم، تا آنجا که خط تلفنم را واگذار کردم. دست از زندگیم، کارم و هر آنچه ساخته بودم کشیدم. در این مدت 1 بار سکته کردم و هر روز از یادآوری آنچه بر سرم آوردند دچار حمله های عصبی می شدم. اینها را نگفتم که ذکر مصیبت کنم، من که هنوز زنده ام، اما زیباترین و شجاعترین های ایران را هر روز و هر شب یا بر سر دار می کنند یا در خیابان ها پرپر. می دانم و می دانید که این ورق بر نمی گردد، این خون ها پاک نمی شود.
اکنون گاه بیداری است، چرا که روز بر می آید و صحنه آزاد خواهد شد. و در ادامه هم گفته تصاویر استوری هایی از 25 تا 31 شهریور که منجر به این اتهامات و باقی ماجرا شد را برای ثبت و بایگانی دوباره منتشر می کنم. شرح دقیق ماجرا بماند به وقتش. امروز هم با انتشار استوری به مناسبت صدومین روز این خیزش انقلابی با انتشار عکس گرافیکی از حسین رونقی قسمتی از حرفهای اون رو نوشت. نه مرگ انقدر تلخه و نه زندگی انقدر شیرین که انسان برای اینها شرافتش رو بدهد. اشکان خطیبی بازیگر سینما و تلویزیون ایران، متولد 19 مهر 58 در تهران، مجری، خواننده، بازیگر، کارگردان و مترجمه. این هنرمند توانای ایرانی فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامیه که در کنار بازیگری به اجرا، تهیه کنندگی، نوازندگی و تدریس هم میپردازه. اشکان خطیبی در سراسیاب ملارد استان البرز و در خانواده‌ای هنری متولد شد. پدرش اهل شعر و ادبیات و مادرش علاقه‌مند به کارهای هنری بود. اشکان خطیبی در سال 91 ازدواج کرد، اما پس از مدتی از همسر خودش جدا شد و بار دیگر در 37 سالگی در سال 95 با آناهیتا درگاهی ازدواج کرد. آناهیتا درگاهی نقاش و بازیگر توانای سینمای ایران، متولد 8 بهمن 65 که ایشون هم در سال 93 با محمد پروین پسر علی پروین ازدواج کرده بود، اما این زوج کمتر از یک سال زندگی کردند و از هم جدا شدند و در سال 95 با اشکان خطیبی ازدواج کرد. اشکان خطیبی در سال 77 بعد از معرفی از طرف تئاتر دانشجویی در فیلم دفتری از آسمان به ایفای نقش پرداخت، اما این فیلم پخش نشد و بعد از اون تئاتر رو به صورت حرفه‌ای دنبال کرد و با بزرگانی همچون هما روستا، علیرضا کوشک جلالی و بیشتر از همه محمد رحمانیان همکاری داشت. اولین تجربه کارگردانی اشکان خطیبی در تئاتر به سال 81 و نمایش مرگ و دوشیزه مربوط میشه. ورود اشکان خطیبی به تلویزیون برمیگرده به سال 78 و ایفای نقشی در سریال همسفر به کارگردانی باقر جعفری. اون در سال 83 در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ایفای نقش کرد و وارد سینما شد. این هنرمند مشهور کشور در سال دوم دانشگاه و بعد از آشنایی با بابک سعیدی، آهنگساز و استاد موسیقی به نام، یک بند موسیقی به نام بند آپولون تشکیل دادن و بعد از اون هم در تئاترها به عنوان آهنگساز شروع به فعالیت کرد. تا سال 96 سرپرستی یک گروه موسیقی به نام ترافیک رو هم بر عهده داشت. اشکان خطیبی در نواختن پیانو، ویولون، گیتار و گاهی هم سازدهنی تخصص فراوانی داره. خطیبی با گروهی از دوستان خودش موزیک ویدیوی جذابی به نام دستاتو بده من رو در روزهای منتهی به نوروز 99 منتشر کرد که با استقبالی جهانی مواجه شد. اشکان خطیبی در زمینه ترجمه زبان انگلیسی دارای دو مدرک معتبره و گاهی نمایشنامه های انگلیسی رو به فارسی ترجمه میکنه. او در خارج از کشور تدریس بازیگری صحنه رو مدتی بر عهده داشت، اما حالا در حال آموزش بازیگری در یک مؤسسه هنریه. اشکان خطیبی معتقد افرادی که قبل از همه صحنه رو ترک کنن همیشه موفق ترن و آموزش های اساسی میبینن. به همین دلیل یکی از سبک های تدریسش تدریس روی صحنه تئاتره. اون در سال 96 یکی از مربی های مسابقه خنداننده شو در برنامه خندوانه بود و در استعدادیابی چهره های نوظهور استنداپ حضور داشت. سریال خاتون به نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان سریالی عاشقانه و تاریخی بود که نقش اصلی مرد اون رو اشکان خطیبی به عهده داشت و نقش مقابلش رو نگار جواهریان بازی میکرد. اشکان خطیبی بعد از 7 سال دوری از سریال و کارهای سینمایی با سریال خاتون به بازیگری برگشت. اشکان خطیبی در این سریال نقش همسر خاتون شیرزاد ملک که افسری بلند مرتبه و نظامی سختگیر بود رو بر عهده داشت که در شهریور 1320 با چالش‌های بزرگ در زندگی خودش روبرو میشه. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.